جلیلی که گفته بود در شبکه‌های اجتماعی من مثلا نیستم و اینا، توییترش که از سال 2013 فعال هست بالاخره تیک آبی گرفت. حالا نمیدونم دیگه چی بگم، دمت گرم آقای جلیلی. یعنی اینا گردن نگیرن در حد اکانت‌های توییتری خودشون. مرسی. و دیدم که جلیلی هم با همه پدرسوختگی‌هایی که داره و طرفدار گشت ارشاد اینا، این صحنه رو رقم زده در کنار یک جوانی با شلواری پاره نشسته و عکس انداخته که تبلیغ بشه. من نام این تصویر مثلا بخوام بذارم، میذارم گوسفندی در کنار گوری خودش. من نام تصویرینه، چون به محضی که جلیل قدرت بگیره با گشت ارشاد و غیره و اینا که الان صحبتم دارن میکنن، اصلا یکی از جرائم ما به آقای سردار رادان، سردار در حقیقت سردار شلواری میگفتیم دیگه، ایشون در دهه 80 سردار شلواری اومدن شلوارهای پاره رو توی پاساژهایی به مانند پاساژ فردوسی و کویتیا و اینا همه رو جمع کردن. نام این تصویر، نام اثر اینه، گوسفندی در کنار در حقیقت گرگ خودشه و پناه برده به گرگ خودش و داره با گرگ خودش عکس تبلیغی میگیره. اینم برای من جالبه. خب حالا جلیلی هم گفته که ادعا کرده حرفای مهمی قراره بزنه تا ببینیم. اما دیدم آقای جلیل محبی هم حمله کرده به جلیلی و گفته که صریح با سعید جلیلی، جناب آقای جلیلی، قالیباف کنار نرود میشود 92. 92 یادتونه اینا رأیاشون شکست آقای روحانی، ولی یه چرت و پرتی میگن. رأیی که آقای روحانی آورد سال 92 فکر کنم بالای 18 میلیون بود و تمام اینایی که رقیبش بودن، آقای جلیلی، آقای قالیباف و آقای محسن رضایی، هر سه تا رو هم دیگه هم که مثلا جمع می‌کردی اینا رأیه مثلا 5 6 میلیون، چه 10 میلیون هم نشد. یعنی این چیزیه که اگه همه‌شون هم با هم دیگه یکی شده بودن باز می‌باختن با آقای روحانی. و این حرف مزخرفیه که داره می‌زنه. بعد نوشته به دنبال چه هستید؟ آقای جلیلی دیگه به دنبال تکلف تکلیف داره. ببین آقای جلیلی که نمیخواد هیچ وقت بیاد کاندید بشه. حالا بماند از سال دو سال قبل از آقای روحانی، از سال 74 خورشیدی ایشون همیشه یک پای انتخابات های مجلس و اینا بوده. از سال 74 تا الان این احساس تکلیف داره رو دوششون سنگینی میکنه. برای همینم این بنده خدا انقدر احساس تکلیف رو دوشش بوده، انقدرم آب رفته تفلک. اما یک سخنرانی کرد آقای جلیلی، پشمام ریخ. یعنی اصلا گفتم خدایا این چقدر وقیحه که این مطالب رو میاد بیان میکنه. سخنرانی امروزشون واقعا کجا بودش؟ این سخنرانی در تهران. بله امروزه. همین هایی که بیان میکردن ما میریم توافق میکنیم، رفتن تا آن توافقشون هم کردن، اتفاقا همه تعهداتشون برای که مدیون نباشن کامل انجام دادن، نه یک بار بلکه 15 بار خود آژانس گفت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که طرف مقابل برداشت نه اینکه یک تعهدشو انجام نده، دو تا تعهدشو انجام نده، کلن از میز خارج شد. این اون نگاهی بود. بعد میگفتن بله چون فلانی اومده روی کار. الان جالبه، آیا میشود سرنوشت 80 میلیون جمعیت کشور رو، بیش از 80 میلیون کشور رو شما وصف کنی به اینکه در فلان کشور کی بیاد سر کار یا کی نیاد سر کار؟ بعد که ملتی با همه قدرت موفقیت به دست میاره چی میگن؟ میگن نه این اون بعدی که اومد بایدن خودش نخواست. عجب، خود او میآید، مقام رسمی امریکا میآید، میگوید راهبرد فشار حد اکثری شکست فاحش خورد. اینها می آیند با نگاه خود تحقیر میگویند که نه او خودش نخواست. اصلا مهم نیستش که اون خودش نخواست یا شکست خورد اینا. ببینید واقعیت زندگی در ایران و مردم دارن زیست میکنن دیگه. حالا تو هی حرف بزن. حرف یعنی چی؟ تحریم هایی که آمریکا علیه ایران کرده، فشار هایی که آمریکا آورده و فضای بیورزگری شما در بحث مدیریت و فساد هایی که شما دارید، وضعیت اقتصادی و وضعیت زیست در ایران رو روشن کرده. عیان دیگه، چی رو میخوای ثابت کنی آیا جلیلی؟ مثلا این حرفا، حرفایی ببخشید من پوزش میخوام از بانو، واقعا حرفایی که دارن واژن موش چال میکنن. آی اونا خودشون گفتن، خودشون نگفتن، اصلا مهم نیست که کی چی گفته، مهم اینه که چه اتفاق جاری در اتفاق در حال رخ دادنه. اتفاق واقعیت میدانی فرای اینه که بایدن چی گفت، ترامپ چی گفت، تو چی میگی، روحانی چی میگه. یه واقعی، یه خروجی داره این دیگه. خروجی واقعیت فقریه که هر روز مردم خروجی تورمیه که ما الان تورم 43% هم رد کردیم و لیبی که دولت نداره، حکومت نداره بعد از قذافی، الان بالای 10 ساله
قذافی کی سقوط کرد؟ 2010. الان چندیم؟ 2024. 14 سال حکومت ندارن. وضعیت تورمشون 3.5%. یعنی وضعیت زندگی در لیبی از نظر تورم از ما بالاتره. حالا تو هی بیا بگو، هی برای ما اینجور چیزا چال کن، برای خودتون بازی برا بندازی. ببین بعضیا مریضن حرف بزنن، مثل اینکه هی بازی با کلمات، هی تکرار کلمات، هی ما رو بچرخونی. آقا مگه به حرفه؟ شاید یکی خوب حرف بزنه یکی بد حرف بزنه، مگه به حرفه؟ یه واقعیتی جاریست. حالا اینا مهم نیست، اونجایی که منو سوزونده بهتون میگم. بس کردم اینا هر پیروزی شما تو ورزش هم به دست بیاری بعد میگن خودش نخواست. این اون خدای ایران قسم، شماهایی که ببو گلابیایی که اونجایی قشنگ آخه همشون هم با هم دیگه کیلویی بریزی تو چرخ گوشت بچرخونی انگوش کوچیکه، ما مستوشون یه آدم حسابی در نمیاد که سرش به تنش بیارزد. اینا مهم نیست. به جان عزیزانم اگه شماهایی که اونجا وایسادید اینجوری جلیل رو نگاه می‌کنید، اگر بفهمید این چی گفته، این خودش نمیفهمه چی گفته، چجوری شماها اونجوری نگاه می‌کنید، طرفدارشید، فکر می‌کنید که مثلا ادعا می‌کنید فهمیده چی گفته؟ عجب بابا گرفتاری هستی. نگاهه اینجا من عرضم اینه، چه تصمیمی می‌خوایم بگیریم عزیزان من؟ من این رو می‌خوام عرض کنم، اگر ما امروز صحبت می‌کنیم از قله‌ها، اگر صحبت میکنیم از جهش، اگر صحبت میکنیم از یک جهان فرصت، بله این به خاطر اینه که ما زیاد میکشیم، یا خودم توهم داریم با این داستان شیعه، شیعه و شیره، شیعه هستیم شیره هم میزنیم، شیعه شیره ای هستیم دیگه، تو عالم هپرود یه چیزایی میگیم. والا ما هم یه زمانه ای وقتا زیاد مست میکنیم، برنامه ریزی پادشاهی و قولمون هم در ایران داریم تا برنامهاشو میچینیم. حالا این مست حالیش نیست دیگه، حالا باز ما مستیم، شما که دیگه اصلا تو فضایی کلن هم که امام زمانتون و معملتون و اینا هم از اول با فضا کار داشتن. معملتون که سوار خر میشد میرفت توی فضا، علیتون هم که شق القمر کرده تو فضا، افضام که قراره امام زمانتون بیاد. این ارتباط شما با فضا بسیار رابطه نزدیکیه، برای همین این حرفا رو هم میزنید، برای همین از قله صحبت میکنی. قله، امیدوارم که با قله هایی که آقای رئیسی اصلا رفتن فتح کردن و بعدم سقوط آزاد کردن به سمت دره، باهاشون در حقیقت شما برید و حالش رو برید و دیگه به شما سرنوشتی. من فکر میکنم سرنوشت اگه تو رئیس جمهور بشی، باور کن دلم افتاده، تو سرنوشتی چون رئیسی داری، این تیکه یادتون باشه. این به این معنا نیست که مشکلات رو نمیبینیم. آره. به این معنا نیست که نقاط ضعف رو نمیدانیم. ولی ما شیعه ایم، باید گاو باشیم دیگه، شیعه ایم و انکار باید بکنیم. ما همه مشکلات رو بهتر از شما میدونیم، اما ما مأمور انکاریم، درسته؟ این به معنای چیه بگو؟ از یک جهان فرصت. این به این معنا نیست که مشکلات رو نمیبینیم. این معنا نیست که ما مشکلات رو نمیبینیم، ولی شیعه هستیم و مأمور انکاریم. اما هر 4 سال یک بار در انتخابات، در اون ایام 2 هفته‌ای تبلیغات انتخاباتی، استثناءً مشکلات را بر زبان جاری میکنیم تا رأی بگیریم. بله، به این معنا نیست که نقاط ضعف رو نمیدانیم، به این معنا نیست که آسیب ها رو نمیشناسیم. اما سوال من اینه، آسیب و ضعف با چی میشه برطرف کرد؟ ضعف با دعا، با دعا، با خیر، با دعای خیر مادر، با دعای توسل، با دعایی که استاد کرمچاله در راست تفسیرش هم میکنه، دعای ندبه، برید دعای ندبه و دنبه و اینجور چیزا رو بخونی. دعا، قرآن، نماز شب، نماز شب، سبحان الله، سبحان این چی میگه، ذکر، ذکری که روی بند انگشتاتون بعد بگی 33 بار 33 الله اکبر، چه سبحان الله سبحان الله، این چرت و پرتا. و این دعاها باعث میشه که جامعه بره به جلو. با قدرت میتوان برطرف کرد، نه با ضعف. نه، با قدرت و ضعف و ولش کن، با ایمان و توکل به خدا میشه حل کرد. خب خب حالا آماده باشین، اون جمله چیزا رو میخواد بگه که آدم قرار بسوزه. بگو. ضعف رو با شجاعت میتوان برطرف کرد، نه اینکه هنوز سر کار نیامده، هنوز اون طرف چیز نشده، روی کار نیامده، میگن اگه چند ماه دیگه فلانی در فلان سر دنیا اومد سر کار، اون موقع چی؟ هم میترسن هم میترسانن. ترامپ داره میگه. خب اینجا جوابشون چی؟ جوابشون چیست؟ بگو ببینم. اینجا جوابشون جواب عزیز ماست، شهید قاسم سلیمانی است که میگفت آقای ترامپ قبارباز، حریف تو ماییم. اون گاوار نکن، دارن خوشحالی میکنن. کی برگشت گفت آقای ترامپ قمارباز؟ گفت آقای، چون جواب عزیز ماست،
شهید قاسم سلیمانی است که میگفت آقای ترامپ قبارباز حریف تو ماییم. آخه چرا اینو میگی؟ چرا یادآوری میکنی؟ اینو خاک بریز روش. آقای قاسم سلیمانی که برگشت گفت آقای ترامپ قمارباز حریف تو منم، ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم. ترامپ جوابشو داد نه، سکوت کرد. بعد از این رجزی که آقای قاسم سلیمانی داد چه اتفاقی رخ داد؟ آمین میشه از افتضاحات خودتونم شماها میاد یادآوری؟ ما باید یادآوری کنیم چی شد. تو میگی بعد چه اتفاقی افتاد؟ آقای سلیمانی اومد یک رجزی رو بین این پاپتیای در حقیقت جامعه فرومایه بدنه اجتماعی انقلابی شما یه رجزی خوند و رفت. ترامپ هم پاسخی نداد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ 2 ماه 3 ماه بعد آقای قاسم سلیمانی رو چنان پودرش کردن که جامعه و اینا از اون واژه حالا کتلت اومد، اصلا واژه کتلت وارد ادبیات سیاسی ایران شد. تو نباید اینو یادآوری کنی. همینه. پس آقای ترامپ بیا، تو هم میخوای بگی که ما همون حرف قاسم سلیمانی رو میزنیم، بس تو همون کتلت قراره بشی که برام دارم بهت میگم دلم افتاده هستن. تو هم همون مسیر رو میخوای بری؟ آقای قاسم سلیمانی برگشت ترامپو چیز کرد، تحقیر کرد کلامی، اون چیکار کرد؟ جواب نداد. اون اومد ببین اشراف اطلاعاتیشو به رخت کشید، مهمترین فرمانده تو رو، نفر دوم مملکت تو رو جوری زد که شما نفهمید از کجا خورده. تو الان به جایی که میگه اصلا باور نکردنیه، اینو بیشعورن عزیزم، چیزی رو باید یادآوری کنیم. مثلا خود من پیشبینیایی که درست در میاد خیلی تو بوق کردم میکنم، تو چشم بینندم میکنم دیگه. میگه آقا نگاه کنیم، ما اینو پیشبینی کرده بودیم اسرائیل بالای 60 روز میتونه به جنگه، ما پیشبینی کرده بودیم جنگ به سال تو مثلا میکشه، ما پیشبینی کرده بودیم که اسرائیل وارد زمینی به وارد چیز میشه، وارد در حقیقت غزه میشه. من این پیش میام اون چیز پیشبینیایی که غلط در اومده، مثل این که مثلا من برگشتم پیشبینی کردم کیف زود سقوط میکنه توسط مسکو و تمام اون پیشبینی من غلط بود، که نمیام 24 ساعت دیگه بگم عزیزم من اون پیشبینی هم داشتم که خراب کردم. اون چیزی که خراب میکنی دیگه یواش یواش فراموشش کن دیگه، آدم زیاد تو بوق کردن نمیکنه که صادقانه. عزیزم این داستان سلیمانی آبرتون رفتا در برابر ترامپ. تو یادآوری کردی که سلیمانی به ترامپ چی گفته؟ خب چی دیگه، تو به ترامپ میخوای همون حرف سلیمانی رو بزنی، اونم پس معلومه چیکارت میکنه دیگه، کتلتت میکنه. من دیگه چیزی ندارم بگم، یعنی میشوره. حالا این میشوره، اون گوساله هایی که جلوش وایسادن چرا دارن خوشحالی میکنن؟ اونو نفهمیدم، این نمیفهمه، این فضاست. اونا همه گاو، همه عدم فرومایه. خیلی باور نکرد. فلان سر طرف چیز نشده، روی کار نیامده، میگن اگه چند ماه دیگه فلانی در فلان سر دنیا اومد سر کار، اون موقع چی؟ هم میترسن هم میترسانن. اینجا جوابشون چیست؟ اینجا جوابشون جواب عزیز ماست، شهید قاسم سلیمانی است که میگفت آقای ترامپ قبارباز حریف تو ماییم. باور کردنی نیست و من این بخشو میبندم، چیزی دیگه ندارم بگم.